الو، بیدارم. چی؟ خب آقا نخوابیدین که باز؟ امروز بعد قبل از صبحونتون یه دونه قرص بخورین. اینا رو برام بگیر. یادم. یاد. اینکه چیزی توش نیست. ترشه. اینا رو ببر. باش. یه لقمه که باید بخوری. نمیشه که. قرصتون هم میذارم همینجا، بعدش با شیر بخوریم. یادت باشه یه آلمون بگیری برام، این داره تموم میشه. چشم. پول داری؟ پول دارم. آره. بعدم این دارن راپله رو درست میکنن. یونیفرمو میگرفتی؟ نه میگیرم. این راپله رو دارن رنگ میکنن، گفتن که شما هم سهمتون رو حساب کردم. گفتم بنویسم براتون. یونیفرمو گرفتی؟ میگیرم، باز نکرده که هنوز. چیزی خواستین خبرم کن. باشه؟ باش. اینم همین برای رابل است. یاد. بذارش تو صندوق. یاد. گرفتم پنیر. هلا، بفرما. دست شما درد نکن.
چرا زحمت کشیدی نازر خانم؟ میومدم خودم میگرفتم با این پادردتو. خیلی خودت شیرین نکن لوسه نانور. راستی آصف چطوره؟ نفس میکشه؟ من خوبه. بفهمی تو کار داره. یه چهار تا گل دادم مواظب باش. با ملاحظه بشنم بده. این صد دفعه. این صد دفعه. بله. چون سقف طبقه پایینی که تبله کرده، بعد خب بالکنم آب داده، منم سنبل کارم دیگه. الو ریحان جا. سلام. ببین نیستی تون بگم. این سبزی کوکا رو کجا گذاشتی؟ میگن دیگه کوکو چی شد؟ ماه شده. انجی ریختی توش؟ بفهم لباساشو نگاه کن. این چرا تو برقه؟ داشتم چیز میکردم یادم رفت. باز رفتی کتاب جدید خریدی که؟ چقدر شد اینا؟ چیزی نشد. بگو چی خریدم. مرکو کامبا می چه خوشگله. یا کام واسه رو تخته دو نفرمون خریدم. یا اینا قرمه سبز. به مرده گفتم میرم به شوهرم نشون میدم، اگه خوشش میاد بقیه رنگش میگه فعلا هر کدوم یه رنگ. خوبه؟ جوراب سوراخ شده، بده بدوزه. نمیخواد. بده دیگه. ملیه نه؟ آره ملی. ملیه. امتحانه چی شد؟ امتحانه؟ بد نشد. میافتی؟ چرا؟ کیه؟ نمیدونم. بله بله بفرم. مردو شفی. سلام. سلام. چرا زحمت کشتین؟ من که تازه خرید کرده بودم. بیداره؟ بله. نه این سوراخ شده دارم میدوزمش. بله. روزنامه خریدم و به خاطر جدولاش رو سوختگی میام. سوخت داره؟ شو فهمیدم و نمیشد بیام ببینم. آب نهی توش روغنش داغه هنوز آتیش. یا جواب تو دختم بگی. چرا میری؟ بابا الان میری شفی. هی باید یواشکی برم بیام. با آدم برمیخوره دیگه. صد بار که نمیگن یه چیزی عزیزم. از اول نگفتم زندم. خب الان برو بهشون بگو چی میشه مگه؟ نگو. با مینا خانم حرف زدی؟ تا جان چرا باش حرف نمیزنی؟ ما رو این پول حساب کردیم و تا اونم هی داره بدقلتر میشه. این بار که زنیده بهش میگی؟ بله. علیزاده چی شد؟ ای بابا پیله که میکنی دیگه ویل نمیکنی ها. از همه عالم آدم که بریدی، بچه تو اون کله دنیا ازش بیخبری، بعد میگه علیزاده چی شد چی شد؟ چی میخواستی بشه؟ آخرش زنش ولش کرد و رفت. ماجراشون که گفتی حل و فصل شده بود. زنه به من اینجوری گفته بود که دست از سرش بردارم. تو این مدت دخترش همه کاراشو کرده بود. قصد آقا بهترین چیزی نیست. یه دقیقه سب بیا بزنین اینو بزنم.
التماسش نکن، تموم شده. بهترین الان؟ یادم تو رو فراموش. 4-1 تلفن. الکی میگیم به من؟ برو جواب بده، یه وقت بینا باشی. نه کپسولشون فقط تموم شد. بفهم. بله بله بله. آقای سهرابی بفهم. همین فقط بگم کپسول رو بیاریم. مینه خانم ببخشید، قرار بود یه شماره به من بدین که اگه یه موقعی یه کار فوری پیش اومد من زنگ بزنم. پس جا به جا شدین میگین. دستتون درد. این نه که همون بودن، میگم بزنی یه نیم ساعت یه چرتی بزنن بعد دوباره با هم. باش قربانش خداحافظ. میگم سمانه نمیتونه برای ما. سمانه کی؟ سحر. همون من خودم رفتم دیدم. کی؟ او ناراحت شدن نداره که بونگا زنگ زد دیدم تا به تو بگم خیلی طول میکشه، خودم دقیقه رفتم دیدم اومدم. بده برو بده برو خودم میزنم. بده خواهی بل کن دیگه. وای دیدی شکوندی. منو نگاه کن ببینم برای چی من نگفتی سپردی واسه خونه. یکی اون گلدون خالی رو پشت میدی من این رو جمع کنم. حرف نمیزنم من بودم. چی شد مگه حالا؟ خب از اون شما رو طور میدم. دستم خوبه به گل و گیاه. شما دستت کلن خوبه به همه چی. گوش چرخ کرده گذاشته بیرون یخش آب شه؟ تو یخش شده ماشه لباس شما فکر کنم واسه با لباساش پنگ کن تو چوری نشد. بیا اینجا بیا ببین. نه همه جوری گذاشته تو یخ چاری. سیبی نبا زیر این بذاری، تمام پنیر همه چی داغون شده. میگه مرگی مثل امروز. نه هیچ مرگی نیست. اقدی مفتر نکرده کار نبر بکن. برو کنار برو کنار. همش هم زدین آسور کرد. خب اینجوری مور خورد میکنه نشسته. خوبه اصلا... که قر نمیزنی خیلی خوبه. قر نمیزنه؟ خوبه که خیلی قر نمیزنه. علاقه میگه من قر میزنم. آره آره من بوی ببخش ببخش بوی ببخش به جون موازی فهم خواست آب بریزم بسنم. هیچی نشد. ببخشید. خب چی سر تو آوردی بالا؟ ببخشید. هیچی نشد. کلی بازی در نیار. هیچی نشد. بعد تو من چی رو میگم؟ خب بزن نمازه خوشید. ببرو اون بر. جانم بیلچه رو بیار بعدم یه سری بزن بالا ببین این چشه. میخوام اخبار گوش کنم. من سر در نمیارم ولی چشم. ای کاش یه راهی هم بود آدم بفهمه بین اینا کسی هم پیدا شده یا نه. این برد ما چی شد؟ برد که نبود آقا. تو اون بعض روزم تو هر بار یه بامبونی سر هم میکنی. کلام پسرم بوده میری؟ نه دیگه همون هفتش رفتم بس. یه روز نبودم شما داشتیم خونه رو آتیش میزدی. هنوز شفیه با من سر سنگینه. تو چه اصلا به مینه خواهم نمیدی پولتو بد بده؟ فقط دو سه هفته اول سر وقت بده بشم یکی درمی حالم که اصلا نمیریزه. بابا ما آنور هی داره به من زنگ میزنه نمی من دوام کنه. تکلیف تو چرا روشن نمی کنه؟ اصلا کاش دانشگاه اینجا قبول میشدی. مامانت بهت زنگ زد؟ آره. چی گفت؟ دعوا کرد دیگه. چرا من هم قدامات حرف جدی میزنم شوخیت میگیره؟ کجا داری میری؟ والا
تو خون گذاشون بالا انقدر میری؟ تو این دو سه روز بهش میگم کارت به کارت میکنم. خب الان رو ببینید. خب آقا این کار من نیست، این نصاب میخواد. باشی چشم جی، یکم پول داریم به من بدین؟ کارت اونجاست. زن داری؟ بله، ولی همین یه چند وقت. رسیدشو برام بیار. باشه. چشم. اتفاقا گفت بله. نه من نمیدونم، شما خودتون بیاین پایین ببینید. با من اینو میشناسم، من دارم باش زندگی میکنم. خب تو هم موقع بهش میگفتی نمیشه خانم وقتا بیاد بهم سر بزنه، چی میشه مگی؟ اگه میشد که بهش میگفتم. خودت هی میگی بیا اینجا بمون. دیدی هی بهت میگم بگو گوش نمیدی؟ دیدی هم بردانی چیزت پول براد ریخ؟ شاید چشمهایش باز باشد. امشب او رو دیدم که به خواب میرفت. دلم میخواست کنار او باشم. نکن گره میخواد. چون از خانه های دیگر میتوانست از پشت دیوار. کم دخترش دیر تربیت بهتره نه؟ تو خود برو این شوفاجار درست، همه جا این خونه داره سوز میاد. آره، چون از خانه های دیگر میتوانست از پشت دیوار را کمی بکشند و ما رو ببینند. چایی بکنه؟ در همون حالت نگاه. چایی؟ آخه این الان همش گره میخوره ها. گره میخوره. ببین سهر، آره نه میدونی چی کار کن. خب میدونم نه، ولی تاها میگم اگه خاجورم زنی بزنه خوابگاه چی؟ با تو هم چپ میشه ها. برو بگو دارم میرم پیش شوهرم. آقا آتی میشن با هم تا مسئولیتتون با منه. از چسب و رنگ و ماکت و اینا خبری نیست. اینا نبر. بله سلام. نه دوباره حالشون بد شده. بله برای اینکه نه خیر، از همین بوی چسبا صد دفعه بهشون گفتم مینو خانوم. خب خود دکتر قدغن کرده. خب من نمیتونم اینجوری کار کنم، من چرا باید مسئولیت قبول کنم اگه خدایی نکرده الان. بله گرفتم 200 از خودشون گرفتم علال حساب. کپسولشون رو بله عوض کردم. بله خدا حافظ. بایسته ببینم پول از آصف گرفتی؟ یه کاغذ نوشته بودم زده بودم اینجا شماره تلفن بود. پولی که دادی به من از آصف گرفتی؟
ندیدیش؟ ندیدم. آخرم پول برات نریخ نه؟ یا تو اصلا بهش نگفتی؟ تاج یه دقیقه حواست به من هست یا نه؟ چرا دروغ میگی؟ بهش گفتی یا نه؟ تا با تو چی میگی؟ نه چپ میری راست میری ریخت نریخ چیکارش کنم نمیریزه. اقلا نمیگفتی از باباش پول گرفتی، الان خیالش راحت چه پول برات نمیده دیگه. برای چی نده؟ باباش اینجا خوابیده. نخواد بریزه نمیریزه دیگه، چه باباش باشه چه نباشه. موبایل تو بده. کپسولشو چرا نگرفتی؟ نمیدونم. نه میگم یعنی مثلا هیچ راهی نداره، اگه بتونین امشب بفرست. یعنی فردا بر من میفرستین این کپسول رو دیگه. خوبی؟ خوبم. صبح بخیر. آقا. 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 آقا بلند. آقا ریحان، ریحان بیا. آقا نمیدونم این چرا اینجوری شده. آقا نبض نداره، بدنش سرده. برو تو مرده. بلش کن تا بلش کن. آقا بیا اینو بذار. باشو برو بیرون. کاری ندارم. خب یه دقیقه. آقا الان خوب بود؟ آقا تو مرده. آقا تو را بلش کن. تو مرده بلش کن. آقا چرا اینجوری میکنین؟ آقا آقا تو را خدا. آقا بلش کن. بلش کن بسیار بلش کن. چی میخوای؟ بیگار مخواهی با بطا این زنگ بزنم مرشن. این خوب مردم من چیم بود؟ یکی مخواهی زنگ بزنی؟ یه دقیقه به من گوش بده. کپسولش رو کی سفارش دادی؟ کپسولش رو میگم کی سفارش دادی؟ دیشب. خب بیان ببینن کپسولش خالیه چی؟ با حالی که دیشب داشته به دخترش گفته کپسولش رو گرفتی. خب گرفتم. آره گرفتی. آره که تو بعدش گرفتی. بایدان تو الکی اون موقع به دخترش گفتی گرفتی، بعدش زنگ زدی کپسول سفارش دادی. خب الان که نیست. خب نباشه آجاز بهت میبینه کپسول خالی. آشنایی کسی دفتر تفونش کجاست بهش زنگ بزنی؟ تا دفتر تلفونی چیزی نداره بهش زنگ بزنی؟
پیدا شد؟ نه دفترش اینجا نیست. کجا داری میری؟ خب زنگ بزنم، این بنده خدا نمیتونه جنازش نباید بمونه رو زمین. کی میخوای زنگ بزنی؟ صبر کن. چی میگی بابا؟ چه فرقی میکنه چه گرفتم چه نگرفتم؟ من که نمیتونم اینو بزنم. نرو. این میتونه من خونم. اینو دروسی نداره میاد تو. اون قرصاش هم نخورده. نه این قرصاش نیست. من اینو خودم بالای تختش برداشتم. نه اینجا هم قرص داره. تاجم نگاه کن، بخاطر همین دوز قرصاش هایی میوردم بالا. نمیخورده تو هم حواست نبوده. به دخترشم که گفتی کپسولش عوض کردی نکردی. اورجاستم که بیاد اینو همینجوری بر نمیداره ببره که ازت هزار جور سوال جواب میکنم. موقع میخوای چی کار کنی؟ اقلا من میگم به دخترش خبر. اگه میخواد بیفته گردن من الان و بعدش فرقی نمیکنه. به اورژانس بگم همونه، دخترش هم بیاد همونه. من که نمیتونم بذارم این همینجوری اینجا بمونه که. میداغ به من گوش بده. من نمیگم صبر کنم تا مینا خمان بر دنیا بیاد تکلیف باباشو مشخص کنه که. میگم قبل از اینکه هر کاری بکنیم اول به اون خبر بدیم. باباشه، حقشه. دفترش تلفنش. میرم برات. اینا ویل نمی کنه. برو تو اتاق. آقا جان. سلام. سلام. خواب بودی؟ نه. رنگی رو چرا انقدر پریده؟ زرد و زاری؟ نه چیزی نیست. آصف خوبه؟ بله. من یه دو روز بخوام برم همدان. به گلدانم آب بده. حواستم بخانه زندگی من باشه. چشم. اینم کلید مادر جان. گمش نکنی. فقط میگم اگه یه موقع اومدی نبودم میذارمش همونجا زیر پادری. باش. تو میدونی سیزنش گم شده؟ آلزایمر داشته. ایرانی هم نبوده. اوله آلبوم همش عکسای زنش، ولی بقیه آدم هست. کاش گذاشته بودم این ماکت آخری رو تموم کنه. تو نمیدونی دفتر تلفنش چه شکلیه؟ یه دفتر کوچیک قهوه‌ای. جمع کن اون رو. موبایل تو بده. میخوای چی کار؟ میخوام زنگ بزنم به شفی. باید به یکی زنگ بزنیم دیگه. شمارش رو تو سیم کارتم دارم. تو جون اصلا فهمیدی من به تو چی گفتم؟ شفی همین جوشم از تو دل خوشی نداره. الانم هم بیاد این وضع ببینه همین چی میندازه گردن تو. میندازه گردن من دیگه. من باش وایسادم. برو زنگ بزن دیگه. برو. کیه؟ کیه؟ تو کی بود؟ ریحان پس برای چی نشستی؟ چیکار کنم؟ خب بلندشو بگرد دیگه. دیدی که گشتم نیست.
این نرفتی سب کنم تا مینا خانم زنگ بزنم. من نگفتم، تو میگی. الان وقت ناز کردنه. اصلا میفهمی من چی میگم؟ میگم این که یه وقت من کاری کرده باشم که آقای آصف به خدا مثل خور افتاده به جونم. من که چیزی نگفتم، فقط اونجا نشسته بودم. میدونم نشسته بودم. بله. سلام بابا، خوبین؟ نه من یه کمی کارم امروز زیاد بوده همین. بله خستم. نه سیم کارت من تو گوشی ریحانه. بله بله، نه داشت میرفت گوشی از من خود. الو سلام بابا جون، خوبین؟ نه سه هشتم در خوابگاه میبندم. بله بله داشتم میرفتم دیگه. چشم چشم. بله به مامان رضا سلام برسون. خداحافظ. تاها من باید برم خوابگاه، بابا میخواد زنگ بزن. بری سیم کارتشو بذار رو. برای تو یه دونه من دارم. منم خوابم نبود. یه لقمه رو بخور، دیروز حالا هیچی نخوردی. یه اقلا یه قلوب چای شیر میخور گلوت باز شد. بیا. نمیدونم چرا زنگ نمیزن. اگه زنگ بزنه چی میخوای بگی بهش؟ یه چیزی میگم دیگه. اگه نگی چی؟ یا مثلا یه جور دیگه بگی بهش.
یعنی چی؟ یعنی بگم حالش بده پزشک قانونی بعدم میگه که مرده، ولی اگه بعدم پرسید چرا همون موقع نگفتین چی بگم؟ نه مثلا اینجوری بهش بگی که حال باباتون خیلی بده و تو اونم خدمور دنیا بدی دو سه روزی طول میکشه، یا مثلا بهش بگی میری. آره اصلا بهش بگو من دارم میرم با آصفم حرف زدم، بعد اون نگران باباش میشه چون تو کوتاه حال باباشم بده، بعد برای اینکه تو نری زودتر پولو میرسه تا خودش برسه که تو باباشو تنها نذاری. یعنی چی؟ یعنی اصلا نگم باباش مرده؟ بعد اگه اومد شاکی شد بهش میگیم که نمیخواستیم بهتون بگیم اون بر دنیا حالتون بچه سر کردیم تا بیاین. میگه چرا نگفتیم؟ برای چی جنازه بابای منو نگردشتین رو زمین؟ بعدم دیگه هیچ کسی نبوده تو این خراب شده که بهش بگین؟ خب تو فقط با دخترش طرفی. به خود منم بخواستم مرگ آصف ناراحتم تو این تنمیه بی کسی، ولی الان برام فرقی نمیکنه امروز خاکش کنن یا فردا. تا یه دقیقه سب کن، یه ساله داری تو این خونه زحمت میکشی، به خدا حقت. تازه با این پولی که دخترش قرار بهمون بده یه جای 40 متری هم نمیتونیم بگیریم. درست خدا درسته هیچی نیست. تو میگی من یه نفر رو نگه دارم تو خونه بابتش پول بگیرم؟ من اینو گفتم تا من گفتم بخاطر نگه داشتن آصف ازشون پول بگیری؟ من گفتم بخاطر زحمتی که توی خونه میکشی حق تو بگیری. حقم چیه؟ حقم اینه که یه جنازه رو نگردنم رو زمین؟ اون زن به من اعتماد کرده، گناهم اون چیه؟ نکشتمش که، پیر بود، مریض بود، مرد، خودش مرد. بعد میخوای با این پول زندگی کنی نه؟ میخوای خونه بگیریم؟ کدوم پول؟ این تا الان پولو بهت نداده، الان هم بیاد بفهمه باباش مرده دیگه هیچی بهت نمیده. آجونم قربونت برم، مگه خودت نگفته اگه پزشک قانونی بیاد زمان مرگ رو اعلام میکنه؟ الان هیچ فرقی نمیکنه، من الان خبر بدم یا دو روز دیگه. همون سوالی برشون پیش میاد که تا الان پیش میومد، چرا تا الان خبر ندادی؟ حتما یه دیگه تو کفشتون هست دیگه. گناه در آصف. من زنت گناه ندارم. خودت گناه نداری؟ یهو اینجوری شد همه چی. ملافه ها رو برای چی جمع کردی؟ داشتم شوفاژ هواگیری میکرد. چرا اینجوری کردی؟ مگه لوله کشی تو؟ ملافه هاش خودم نشون بده ببینم چیزی نشون. بیا جلو دستت. نه میخواد خودم میزن. بله سلام مینا خانم،
نه خوبن. بر نداشتم؟ نه رفته بودیم چکا. خب چون کمی دوباره همون تنگی نفس و اینا شده بود دیر رسیدیم خونه. مینا خانم من جمع کردم همه اونا رو همون رنگو. بله الان آخه قرص آرام بخش دادن دکتر بهشون خوابن. خیالتون راحت باشه الان خیلی بهتره. باش ممنون. خدا حافظ. خودم میشستم ملافار. تو نمیخواد کار کنی با اون دستت. خب این میدونم من خونم. خب باشه علم غیب که نداره چند بار زنگ زمینه برنمیده میره دیگه. بر نداره تلفونو فکرم شفیه داره زنگ زمینه. من یه سر برم دانشگاه. غروب میام. ماشین لباس شویم وایستاده با اون حرفا رو پهن کن. بیرونی؟ ببخش میدارید کرده. برای چی رفتی بیرون؟ تا ملافار برگم بارون که باردمشون پایین. گم چرا بیرون بودی؟ گفتم دیگه ملافار رو باردم پنکام. آشخالرم بوبت گرفت و باردم پایین. تو یادت رفته بود. بوش همه جا رو برداشته. بومیا بوم؟ برای چی رفته تو را پله؟ گاز همینجوری رو بشم بگردی رفتی بیرون؟ گفتم چرا یه بار رفتم. صد دفعه من باید یه چیزی رو بگم نه؟ دارم باید حرف میزنم. منو نگاه کن. چه به تو؟ آشغالایی که تو نمردی پای هاشو من مردم پای بود گردش خونه رو برداشته بود. مثل که نمیفهمی نه؟ الان دیگه مشکل فقط این نیست که تو این خونه ای.
تاها نمیری حسابو چک کن ببینی پولو ریخته یا نه؟ من دارم میرم خوابگاه. کاری نداری؟ چی داری اینجا نفس میکشی؟ بوی گه همه خونه رو گرفته. تو پنجره رو باز کنه. نه من هر چی میگم تو کار خودتو میکنی نه؟ بیا تو. خود حالم بد شد از بو. هنوز بو میاد تا. کمتر شد. بینی تو عادت کرده هنوز هست. کار کنم. شوفاژه رو بعد خاموش کنم. بعد برم پلاستیک متری بگیرم. نه نمیام. اینجا تنها تو خونه نیم. مگه قفل نکردی؟ چرا؟ تو وایسا یه دقیقه. در بالکنم که باز گذاشتی که برو تو اومدی دنبالم و من پشتر تو اومدم تو. من اومدم ولی تو خب چرا در رو خب تو نزدیک در واسه من فکرم تو در میبندی دیگه وایستاده باشم نزدیک در چه ربطی داره تو باید خودت در رو ببندی خب تو زودتر از من زودتر از تو رفتم بیرون تو پشت من اومدی خب باشه یعنی چی زودتر و دیرتر نداره خب... تو باید در رو پشت خب تو باید در میبندی صدا تو بیار پایین برو تو چرا داد میزنی در بیرونم که قفل نکردی در بیرون خودم قفل کردم پس همه دروغ نخور چه نمیفهمی یا در بیرون قفل کردم در این خونه خودش همینجوری واسه خودش باز میشه خب چرا در قفل کردم مینا خانم من باید چی کار کنم؟ به خدا منم از زندگی مفتادم منم خرج دارم شما همون روزی که من زنگ زدم برای آگهیتون به من گفتین یه خانومی میاد گفتین میاد کارهای خونه رو میکنه درسته؟ نه درست خب هیچ کس نیومد دیگه من خودم همه کار رو کردم باشه اب نداره میگین جور نشد اون خانوم بیاد دیگه باشه ولی دیگه بد حسابی که نباید بکنین خب نه اگه اینجوری باشه من میذارم میرم به خدا میذارم میرم فردا ببینین الان چند وقته ها باش دستتون در پس حتما فردا دیگه ممنون الان که خوابن بله خداحافظ
سلام. بیا ببینم. سلام. داشتم میفتم بالا خونه هم کلاسی. هم کلاسی کیه؟ خونه آقای آسف. اونجا با هم درس خونه. اولین بار نسبت چند بار دیدم شو از این پله ها رفتی آمدی؟ نه به خود یکی دو بار بیشتر نایمدی. کی اومدی؟ سلام. سلام. هم کلاسیت اینه؟ با این درس بخونی؟ نه زنم یا زن خانم جان. اینه. چرا به من نگفته بودی زن داری؟ خب نشد دیگه. از کجا بدانم این اسمی که نوشتن همین دختر خانمه؟ بده من یه کارتی. کارت دانشجوی تو بده من. زنمه دیگه. برو برم. ببینم. آصف خبر داره میاد و میره؟ بله. کم نیست اینا؟ یه دو سه بار دیگه هم که دیدتت. آره ای بلند شو برو تو پشت بوم، برو تو راپلی. همه به تو محرمن الا من. نه چی؟ از در این خونه که میری بیرون چادر رو میچپونی تو کیفت، تا میرسی تو پاگرد سرت میکنی. شما جانه وقتی اینه که تو به من میگی چادر سر میکنم یا نمیکنم؟ اصلا مشکل تو این نیست که من چه بهت نمیگم چادر سر نمیکنم، مشکل که چه ازت اجازه نگفت. پوشش من اگه مشکل داشت که دانشگاه راه نمیدادن. تو دانشگاه هم دیگه سرت نمیکنی نه؟ مشکل تو خودتی. تا برو ببین چیکار کردی. سه چیزا رو بهت نمیگم. بیا تا یه خواب نشدن کیسه شون کن. آصف خونه است؟ بله. نه خوابن. نمیخواد پول و نقاشا را بده؟ دادن. من یادم رفت بیارم براتون. یعنی یه بارم اومدم دم خونه شما نبودین. حالش خوب نیست. خدا شفاش بده. اون موقعی که خوب بود با یه من اصلم نمیشد خوردش. حالا که دیگه واویلاست. چشم میارم. بردار بیار. سیگار میکشی؟ از کی تا حالا؟ نگفته بودی؟ برو فکر کن ببین چی کار کردی که مجبورم یه چیزایی رو بهت نگم. Mm-hmm.
چیه؟ دفتر چی؟ میدونم دفتر شد. اینجا چی کار میکنه؟ خب من چه میدونم اونجا چی کار میکنه؟ یعنی چی من چه میدونم؟ من ده دفعه رفتم تو این اتاق برگشتم این دفتر اینجا نبوده. تو میدونی من تنهایی پامو تو اون اتاق نمیذارم. چیکار کردی ریحان؟ دفترچه رو برداشتی قایم کردی دوباره آوردی گشتی اینجا به خاطر نیست میلیون چی میگی تو؟ به چه درد من میخوره؟ واسه چی باید این کار بکنم؟ من مرگ ریحان من کاری نکردم. من مرگ ریحان کاری نکردم. من خودم زنگ میزنم پلیس و همه چی میگم. اصلا حرفم از شما نمیزنم. شما که نبودین که. فقط تو رو خدا بزنیم ریحان بره. تا اون اصلا اینجا نبود. اون روز که اصلا نبود. بشین. من مدت ایران بودم. هر از گاهی که شما نبودین می اومدم به پدر سر می زدم. میرم سر اصل مطلب. همسر من مدتی پیش یه ریسک بزرگ تجاری کرد. ورشکست شدیم. خودشم گم و گور شد. تنها چیزی که برام مونده همین خونه است که اونم تو رهن بانکه. باید یه راهی پیدا کنم قبل از اینکه بانک حراجش بذاره. از رهن درش بیارم پول طلبکارا رو بدم. چیزی رو که ازتون میخوام برای هیچ کس به اندازه خود من سخت نیست. دو برابر پولی رو که قرارمون بود بهتون میدم. شما یه مدت دیگه پدرتو همین وضع نگه دارید تا من یه راهی برای انتقال خونه پیدا کنم. بلند شو وسایل تو جمع کن بریم. رازش کن. جمع کن. برای چی وایسادی تاها؟ ریحان جمع کن وسایلو. بذار هم یه ذره احترامی که بینمون مونده بمونه. من میخوام بدم الان با این چند روزه چه فرقی کرده. مگه ما ترس از اومدنم اینا خانم نداشه؟ خب یه استخاره میکنیم. خب احمد داره خودش میگه نگهش داری. خودش داره یه مزخرفی میگه. خب ببین ما این کار انجام ندیم میره یه نفر دیگه ده نفر دیگه رو بیاره. به من و تو چه؟ به درک. کجا میخوای بری؟ قبرستون. توافقش یه هفته دیگه. تا من برگردم وسایلتو تو جمع میکنیم. من نمیام. نمیای؟ غلط میکنی؟ بس کنین دیگه. این کارو یعنی چی؟ برو وسایلتو جمع کن. نمیخواد بمونید. شما دخالت نکن خانم. من مزخرف میگم ها؟ چرا وقتی زنگ زدم نگفتی پدر مرده؟ شما که میدونستی چرا نیومدی؟ پدر من امانت بود دست تو. قانونی من خبر نداشتم. تو باید بهم خبر میدادی. برای من حرف از قانون میزنی؟ خودت گفتی یه عالم طلبکار داری. طلبکار دارم. قتل که نکردم. چرا کپسولشو عوض نکردی؟
مگه اون روز که با هم حرف زدیم نگفتی عوض کردم؟ به سهرابی زنگ زدم گفت باش تماس نگرفتی. جواب نمیداد، زنگ زدم از یکی دیگه گرفتم. کی؟ رسیدش گو. چه میدونم کجاست؟ گم شد. گم شده یا عوض نکردی؟ چی میگی خانم عوض نکردی؟ کپسول پره تو اتاقشه، برو نگاه کن. به خدا راست میگی تو اتاقه. قرصاش چی؟ شما که همه چیو میدونستی چرا هیچ کاری نکردی؟ میدونی مرده یکی رو نگه داشتن یعنی چی؟ من تمام این مدت داشتم فکر میکردم چجوری باید بهتون بگم اینجا چه اتفاقی افتاده. بعد الان بلند شدی اومدی. خفه شو. من یه دقیقه دیگه هم اینجا نمیمونم. زنگ بزن، زنگ بزن به پلیس. مگه نمیخوای زنگ بزنی؟ زنگ بزن بیاد تکلیف هممون رو روشن کنه. یالا دیگه. پدر رو کشتی، نگهش هم میداری. بفرمایی. یخ خوش میخواد. یخ خوش چیه؟ الو مینا خانم، آقای آصف، من الان اومدم خونه، دیدم بردینش. باش، خداحافظ. مینا خانم، این دوست پدرباز اومدن اینجا، همون آقای شفیع. میترسم نره. باش. آقا تاها، آخه این دفعه دومیه که میام میبینم نیستن. میگم شاید خدا نکرده یه اتفاقی براشون افتاده. بی سابقه بوده که من این همه مدت از آصف بی خبر باشم. انشالله چیزی نیست.
به خدا بسپنی. تاها بچه بی عرضه نیست، زنش هم هست، دوتای موازه بشن. زنش؟ آره، طفل دختر خیلی خوبیه. او چند روز آمده بود سر به تاها بزنه، من دیدمش. آسر خبر داره؟ مطمئن باش، زن و شوهرن. من خودم شناسامشان دیدم. این طرف ها کلیساز کجاست؟ کلیساز بخوای چی بکنی؟ بخوای خانه مردم رو بدون اجازه باز کنی؟ مگه میشه بی اجازه بریم خانه مردم؟ شما بفرمایید کلیسازی کجاست؟ آقا شما شهر نشه. نه آقا جون، شما در رو واکن. بدر یکم صبر کن، شاید رفته باشن دکتری جایی. آقا بالاخره من چیکار کنم؟ باز کنم باز نکنم؟ چند دفعه تا رو زنگ زدیم در رو باز نکردن. عزیز من شما کار خودت بکن. چش. کلیساز آوردین آقا شفی؟ الهی قربان تو برم عزیزم. آقا کجایی؟ پیرمرد دخ کرد از تنهایی. خوبی نازر خانم؟ خوش آمد. چه بی خبر؟ شد دیگه. یعنی به این سرعت؟ پدر سیتیزن فرانسه است، انتقالش راحته. این پسرم دیگه نمیتونست از پس کارش بر بیاد، ردش کردم رفت. کی برگشتی؟ همین که خبر دادن، دو سه روزی هست. آخه آخرین دفعه که من دیدمش چیزی نگفت. عوض شدی. پریا کجاست؟ آخرش هم ندیدمش. خوبه، بزرگ شده. خیلی وقت بود دنباله این میگشت، سخت پیداش کردم. ممنون، میبرم برش. میشه دیدش؟ فقط خانواده درجه یک. قهوتون سرد شد. آصف، از آخر عاقبت علیزاده چیزی بهت نگفت؟ چند بار تا حالا میخواست خونه رو به نامم کنه، ولی من زیر بار نرفتم. حتما گفته بهتون. بهش سلام برسون. بزرگیتونو میرسون. مواظبش باش. زنت کو؟ نمیتونم، از تو هرچی زنگ میزنم جواب نمیده. خیلی منتظر این صفحه بود. نخوره به دیوار. درست بود خانم؟ درسته، ممنون. این باقی مونده پول قبلیتونه.
اینم پیش قصه بعدی. بردار، من راضیم. من دفتر تلفن آصف رو بعد از اینکه قرصاش رو پیدا کردم برداشتم. به خدا فقط به خاطر تو ترسیدم که نندازن گردن تو. به جون خدا به روح مامان عزیز راست میگم. من موقع قد ترسیده بودم که اصلا حبوسم به هیچی نبود. نمیخوایی چی بگی؟ باور کرد؟ الان ازا جو سوال جواب هم میکنه دیگه. اومده پشت خطم، کاری نداری؟ خداحافظ. الان آقا جو سلام، خوبین؟ نه به خدا، خونه مرجان داشتیم درس میخوندیم. بله، چشم، رسیدم خوابگاه، بهتون زنگ میزنم. چشم خداحافظ. تا اگه تلفن زنگ زد جواب ندی خب؟ ترسم بابا باشه وقت من یه چیز میگم تو همین چیزی حرفمون دوتا میشه. باشه؟ خداحافظ. نگهش دار. سر تو بگی بالا. خون روزیش بند اومد یخ بزاره بیش. یه خورده داشت یک پولا تو کیفم هم، ولی هم مدارکم زد خیلی درد. بابت الو. سلام آقا جون. خب بهتون گفتم که چیزی نشد، چرا گفتین الکی نگرانشون کردین؟ بله مرسی، خداحافظ. باش، خداحافظ. زمینی؟ انشالله قسمت شما هم بشه. از من خدافظ. گوشی خدمتون. بیا مامانت. زنگ میزنم. الو، دستش بنده، بهتون زنگ میزنه. ببخشید. قربان شما. خدافظ. دو کلم باش حرف میزدی. گناه داشت. چه اینجوری میکنی با من؟ چه با من حرف نمیزنی؟ تا دارم دق میکنم. من چه میدونستم اینطوری میشه؟ خیلی همجوری با هم تلخ بمونی؟ ببخشید.
مینا خانم، با این اتفاقی که افتاده پای پلیس هم وسط میاد. شما جمع کنید برید. نمیخوام توی ماجرا گرفتار بشین. پولا کن. بس دیگه. نکن خودش این کار کرده باشه. کار ریحان نیست. چه فرق میکنه دیگه؟ تا تو فرستادی؟ چی میگی تو؟ هر کی بوده راحت اون کرد. پلاک 54، بله، طبقه سوم. کی میرسن؟ مرسی من. بله بله، مطمئنم که فوت شدن. ممنونم. خانم میشه من اینو با خودم ببرم؟ ببر. Thank you.